خوش استایل که باشی، هرچی بپوشی لامصب بهت میاد، لونگ حتی گونی پیاز هم بپوشی بهت میاد، ولی باید چیکار کنی؟ باید عضله سرشونه حسابی تقویت کنی، چهارشونه کشتی بشی. سرشونه که دیگه خودتون استادین، سه بخش داره: قسمت جلوی یا قدامی، قسمت میانی و قسمت خلفی. برای این داستان باید قسمت میانی یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشین، کل عضله باید تقویت کنیم و میانی یکم بیشتر. منتها با چه حرکاتی؟ لایک و بکوب و بزن بریم. انواع حرکات نشت از جانب یا سری دمبل هم بهش میگن، به صورت جفته است یا به صورت تک دست، به صورت تناوبه میتونین اجرا کنین. از سیستم مختلف تمرین میتونین تو اینجا استفاده کنین. به صورت نشست هم همین تمرینات رو میتونین بزنین، جفته است، تک دست و مدل های مختلف دیگه. انجام این حرکت با هالتر هم یه مقدار لولش پیشرفته تره و همین مقدار سخت‌تر و نیاز به تعادل هم داره، اما به غیر از هالتر با دمبل ها این حرکات میشه به راحتی اجرا کرد. همونطور که میبینین این زاویه بدن به خاطر انداختن فشار بیشتره، اما به غیر از دمبل و هالتر با حتی با سیمکش هم میشه اجرا کرد، هم از پشت و هم از جلو میشه اجرا کرد. با سیمکش هم که فشار وحشتناک داره، مخصوصا که زاویه هم خم باشه. آخ از این حرکت نمیدونم چه فشار میاره. اینو حتما پیشنهاد میدم روی میز شیبدار با تک دمبل. پا میتونه هم صاف روی زمین باشه، دونش هم میتونه خم روی صندلی باشه. هم تو فرم حرکت. حرکات آپراتوری همون کول هالتر دست پاس، دقت کنید که وقتی میاد دست خیلی نهید بالا که ریسک آسیب بیاد با این، فشار خیلی خوبی هم به دلتوید میانی میاد. توی حرکات پرسی هم نقش مهمی داره و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خواستین سرشون تقویت بشه حسابی از سیستم‌های مختلف تمرینی هم حتما بهره ببرید. امیدوارم مفید بوده باشه، حتما سرش کن گوش نکنید. دوستتون دارم، چک کنید.